این حدیث در چند کتاب روایی آمده که وسائل الشیعه جلد هفتم صفحه 154 این حدیث رو نقل کرده اونجا صاحب وسائل. عیون اخبار الرضا علیه السلام جلد یک صفحه 249 و همچنین بهار الانوار جلد 103 صفحه 246. آدرس های متنوعی هم دادیم که هر کدوم اگری وقتی پس و پیش بود مجلداتش، دوستان میتونن به کتاب دیگری رجوع بکنن. این حدیث بسیار مهمه، راویش مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام هست. حضرت بیان میفرمایند که اصل حدیث رو من یه مقدار عربیشو میخونم بعد توضیح میدم. ان علی علیه السلام قال، از علی علیه السلام که حضرت فرمودند دخلت انا و فاطمه علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت میفرمایند که من و همسرم فاطمه بر پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم داخل شدیم. فوجدته یبکی بکاءً شدیدا، پس یافتیم اون حضرت رو در حالی که گریه می کردن، یه گریه بسیار شدید، خیلی با شدت گریه می کردن. فقلت له فداک، فداک ابی و امی یا رسول الله. حضرت می فهمند که من عرضه داشتم خدمت پیامبر که پدر و مادرم فدای شما یا رسول الله. ملذی ابکاک، چه چیزی باعث شده که شما گریه بکنی و شما رو به گریه درآورده، اونم این چنین. قال، حضرت فرمودن پیامبر، یا علی لیلتن اسرا بی الی السما، حضرت می فرماین که من شب گذشته یا حالا شبی که سیر کردم و برده شدم به عروج کردم به آسمان ها، اونجا یک صحنه های بسیار تکان دهنده ای رو مشاهده کردم که این صحنه ها خیلی وحشتناک و تکان دهنده بود. من دارم به خاطر دیدن اون صحنه ها الان یادم افتاده، دارم گریه می کنم. حالا ممکنه که مثلا یک شب بعد از معراج بوده، دو شب بوده، ممکنه یه هفته بوده، مقداری زمان گذشته بوده. حالا اون بحثی سرش نیست، بحث اینه که حضرت تشریف بردن معراج و قضیه معراج هم که شما میدونید آیات متعددی در سوره مبارکه اسراء عرض به خدمتتون که و همچنین سوره مبارکه نجم راجع به معراج پیغمبر داریم که ما انشاءالله در جلساتی بحث تقریبا نیمه مفصل و منحصر به فردی رو پیرامون معراج خدمت عزیزان خواهیم داشت. بحث بسیار حساس و مهم هستش که در قضیه معراج چی بوده و چی گذشته اونجا. حضرت در عروج خودشون اولا از مسجد الحرام عروج کردن به مسجد الاقصا، یعنی اینکه یک وسیله ای بهشتی اون بزرگوار رو از مسجد الحرام برد به مسجد الاقصا، اونجا حضرت نماز خوندن و بعد از نماز از مسجد الاقصا عروج کردن به آسمان ها. آسمان اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، رفتن در جاهایی که هیچ انسانی تا کنون پا نگذاشته، بلکه جایی هم رفتن که حتی ملائکه هم پای نگذاشتن. پروردگار متعال اراده فرمودن که همه جا رو به پیامبر اکرم نشون بدن، به حبیب خودشون نشون بدن. این یه بحثی حالا داره خودش، عرض میکنم بحث معراج. اونجا پیامبر بازدیدی داشتن، اصلا دعوت از پیامبر یکیش این بود که حضرت بازدید داشته باشه از دو بهشت برزخی و قیامتی و دو جهنم برزخی و قیامتی، که
بهشت ها رو مورد بازدید قرار دادن، جهنم ها رو مورد بازدید قرار دادن، خود آسمان ها رو مورد بازدید قرار دادن، دستجات و گروه های ملائکه رو مورد بازدید قرار دادن. در یکی از این بازدیدها که مورد نظر ما هستش و مورد بحث ما هست، حضرت میفرمایند که یا علی لیلتن اسرا بی الاسما، من وقتی رفته بودم در آسمان اونجا صحنه های خیلی تأثر آوری رو دیدم، خیلی وحشتناک بود و متأثر شدم. الان یادش که میفتم گریم. خب این صحنه ها چی بوده؟ قبل از اینکه حالا صحنه ها رو بخونیم، این رو شما میدونید که حضرت وقتی که جهنم برزخ رو مورد بازدید قرار دادن، جهنم برزخ چون ارواح درش هست، اجسام درش نیست، در جهنم قیامتی روح و جسم توأم با هم هست. در برزخ وقتی که انسان میمیره فقط روحش در برزخه، جسمش در قبر میپوسه و از بین میره، حالا تبدیل به عناصر میشه، اونا دیگه بحث دیگه داره که بحثش کردیم. روحش میره عالم برزخ، ارواح همه در عالم برزخ هست، چه انسانهای خوب چه انسانهای بد. این ارواح وقتی میخواد متنعم به نعم بهشت برزخی بشه یا معذب به عذاب دوزخ برزخی بشه، اینها رو برای اینکه تجلی بتونه بکنه در یک قالب‌های مثالی قرار میگیرن. قالب‌های مثالی برای اینکه اینا یه چیزی باشه که محل بروز و ظهور داشته باشن، یا قالب‌های مثالی برای اینا پروردگار در نظر گرفته که در روایت هم آمده اینا در عالم برزخ میرن. تو این قالب‌های مثالی ارواح، قالب های بسیار لطیف مثل خود روح اینها، یه چیزی مثلا فراتر که اینا بتونن بروز و ظهور کنن، تجلی داشته باشن. بعد در این قالب ها یا متنعم به نعم الهی میشن یا معذب به عذاب الهی میشن. پیغمبر میفرماین که رأیت النساء من امتی فی عذاب شدید، چون فرصت کمه دیال عربی شو دیگه نمیخونیم، فارسیشو میخونیم تا آخر. حضرت میفهمد که من دیدم زنانی از امت هم رو که در عذاب بسیار شدیدی بودن. کجا؟ تو دوزخ برزخی، در بازدیدی که من اونجا داشتم، من پیغمبر داشتم اونجا دیدم، در عذاب بسیار شدید، فی عذاب شدید، اونجا در این عذاب شدید به سر میبردن. اینا رو به من نشون دادن، گفتن که این دوزخ هست، اینم افرادیه که درش دارن عذاب میشن. بعد حضرت میفهمد که به طوری که من اینها رو نشناختم که اینها چه قومی هن، چه گروهی هن، در واقع چه افرادی هستن، از چه طایفه و قبیله ای هستن، من جوری اینها رو عذاب میکردم که من نشناختم اینها رو. و برای چی دارن اینها رو به این شدت عذاب میکنن و به این نوع عذاب میکنن؟ میگه وقتی که دیدم که اینها رو اینجوری عذاب میکنن، شروع کردم به گریه کردن. اونجا من گریستم و گریه کردم. بعد از اون مأمور عذاب پرسیدم که اصطلاحا به اینا خازنین میگن، از این خازنها و ملائکه عذاب پرسیدم که اینها رو برای چی اینقدر عذابشون میکنین و به این نوع عذاب میکنین، این عذاب شدید چیکار کردن اینا؟ میگه اون شروع کرد به هم توضیح دادن. بعد پیغمبر داره حالا برای امیرالمومنین و فاطمه سلام الله علیهما داره بیان میفهمد که حالا من کیا رو دیدم که اینا توضیحاتی که به من دادن. حضرت اون توضیحات رو داره تبیین میکنه برای حضرت امیر سلام الله علیه و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه. حضرت میفهمد که یک زنی رو دیدم اونجا که دارن عذابش میکنن، آمدن او رو به موهاش آویزون کردن. شما میدونید که مثلا اگه زیر بغل شما رو بگیرن اینجا آویزونت کنن، خب این تحمل میکنی، همین صرف آویزون کردن تحمل میکنی زیر بغلت. اما یه وقت هستش که به یک انگوش آویزونت میکنن، خب به یک انگوش همه وزن شما میاد داخل این انگوش، یعنی متصل به این انگوش میشه، این انگوش کشیده میشه، یک درد وحشتناکی داره که نگو نپرس. گفت یه عده رو دیدم که اینها رو اومدن به حالت سر و ته به موهاشون، معذرت میخوام، به همین حالتی که هستن به موهاشون اینها رو آویزون کردن، همه وجود اینا تو موشون جمع شده، این مو رو گرفتن یه جا بستن به موشون آویزونشون کردن و مغز سر اینها از شدت آتشی که داره
شعله ور شده تو بدن اینها، مغز سرشون داره مثل یک دیگی که مثلا غذا توش قلقل میکنه اونجوری داره میچوشه و قلقل میکنه و اینا زنده هم هستن، فریاد میزنن، زجه میزنن، گریه میکنن، ناله میکنن، کسی به اینا ترتیب اثر نمیده. من دیدم اینا رو، گفتم که آخه اینا چیکار مگه کردن به این خازنین دوزخ برزخی؟ گفتن که این خانومی که شما میبینی که اینجوری به موهاش آویزون هست، این کسی بوده که خیالی نداشته در دنیا که موهاشو از نامحرم بپوشونه. حرفا چیه؟ حالا نگاه کنن این موهای ما رو چی میشه؟ حالا همه اسلام مشکلاتش حل شده، موهای من مونده فقط بیرون، مشکل موهای من هست فقط. خب چه بیدارانی یا خود مو بیرون باشه، به کجا برمیخوره؟ این بیخیال بود، این موهاشو، فقط موهاشو، جای دیگه بدنشو نه، فقط موهاشو نامحرم دیده. اینو دارن اینجوری عذابش میکنن. بعد حضرت توضیح داد باز برای حضرت امیر و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه که دیگه تا آخر حدیث به همین صورت هست که دیگه تکرار نمیکنیم. میفهمد که زن دیگری رو دیدم که این همه وجودش به زبونش متصل بود، یعنی از زبون آویزونش کرده بودن، از زبون که آویزونش کرده بودن با یک وسیله بسته بودنش، نوک زبونش رو به یه جایی آویزون بود، دهنش همجور باز باز بود، داخل دهنش آتیش میریختن، داخل دهنه با یه وسایل خاصی آتیش میریختن. من خیلی میگه ناراحت شدم، گفتم آخه این کیه، این چه کار کرده؟ گفتن این زنی بوده که شوهرش آدم خوبی هم بوده، عرض به خدمتتون که مؤمن بوده، متدین بوده، شوهرش رو اذیت میکرده، با این زبونش اذیتش میکرده. میگه زن دیگری رو دیدم که خودش گوشت بدن خودش رو میخورد، چون در دوزخ شما میدونید که افراد دیگه اون اختیار رو در بعضی مواقع از خودشون دیگه ندارن که بخوان اختیاری داشته باشن. میگه خودش گوشت بدنش رو میخورد و از زیر پاش آتش زبانه میکشید. میگه من از اون خازن سوال کردم ای چی کار کرده؟ این خازن برگشت گفت یا رسول الله، این زن برای مردم زینت میکرده. صبح که میخواست اخونه بیاد بیرون یا بعد از ظهر که میخواست اخونه بیاد بیرون، یه دو ساعتی جلو آینه وا میساد، یه آرایش بزکی میکرد، میگفتن تو که نه شوهر داری نه مثلا محارم اینجاست، شوهرت که اینجاست مثلا فلان، میگفت مثلا بیرون میبینن زشته اینجوری منو ببینن، یه آرایش تموم معنا میکرد میرفت بیرون، تو مترو، تو مینیبوس، تو اتوبوس، اینو خیالش هم نبود. بهش هم میگفتم، میگه آقا حالا کی به این چیکار دیا، به شما چه مربوطه، من مگه منو تو قبر شما میذارن؟ معلوم شد تو قبر ما نمیذارنش، اونجا بستنش. عرض به خدمتتون که به تو دوزخ خودش داره گوشت بدن خودش رو میخوره، آتش هم از زیر پاش داره زبونه میکشه. فریادش رو به آسمان بلند. حضرت محمود که در قسمت چهارم یک زن دیگری رو دیدم که دو پایش به دستهایش بسته بود، یعنی اورده بودن دو تا پاهاشو به دستاش بسته بودن، با یک وضعیتی شما دیدین دو تا پایه که به دستش یکی ببندن خودشون. حالا درون آتش زنا ایه سوسک میترسن. حضرت فهمون من دیدم مارها و عقربهای بسیاری هی هجوم میبرن به سمت این، نیشش میزنن، گوشت بدنشو میجوند، عقربها میان اینو نیش میزنن، این فریادش به آسمان، دستی از خودش نداره دفاع کنه، پایی نداره تکون، میخواد دستاشو به پاهاش بستن. من از خازن دوزخ پرسیدم که آقا این زن چه کار کرده؟ گفت این زن بدون اجازه شوهرش از خانه خارج میشد، با فلان خانوم قرار میذاشت برن خرید بکنن، برن هم به کیکه سر بزنن، میگفتن آقا شوهر شما گفته در داخل منزل بشین، بی اجازه نرم، میگفت برو آقا، این حرفا مال قدیمی ها بود، الان دیگه این حرفا که نیستش، که هر کس هر جمعه خواهد، دموکراسی اومده، آزادیست، هر که هرکایی دلش بخواد انجام میده. اینا به این صورت فرمود. در قسمت پنجم یک زنی رو دیدم که از ناحیه قفسه سینه او رو آویزان کرده بودند و آتش او رو فرا گرفته بود. من از خازن دوزخ پرسیدم که این زن چه کار کرده؟ ای چه گناهی انجام داده که اینجور باید معذب به عذاب بشه؟ میگه خازن دوزخ به من برگشت گفت که این وظیفه شوهرداری خودش رو انجام نمیداده.
همین صرفا اومده یک باشگاهی گرفتن عروسی کردن، یه شوهری پیدا کرده. عرض به خدمتتون که بعد از اینکه شوهر کرده دیگه حالا هر کاری دلش میخواد انجام میده، دیگه دنبال اینه که شوهرش در قبال شوهرش چه وظایفی داره باید انجام بده و اینا. خب بعد فرمود که در قسمت ششم زنی رو دیدم که کر و کور و لال بود، در حالی که در تابوتی از آتش مغز سرش از دماغش خارج می شد و بدن او به صورت جزام و برس بود. جزام و برس یا برس یک بیماری است که خب شما می دونید بدن یک، عرض به خدمتتون که حالت مثلا زخمی پیدا میکنه و اون زخم داخل میشه، عفونی میشه اونجوری. این بدنش همه سوراخ سوراخ مثل این یکی دوتا زخمی که بعضی ها میگیرن اینجوری بود و اون حالت برس رو هم داشت. خیلی حالت زنندهی به انسان دست میده. میگه همچین حالتی داشت. میگه که این چرا؟ این چی کار میکرد؟ میگه این دنبال هرزگی میرفت در دنیا که بود. دنبال هرزگی میرفت و میمادم خونه، شوهرداریش هم میکرد، زندگیش هم میکرد، ولی از روز میرفت این بار دنبال هرزگی. با این خوش بود، با اون خوشو بهش میکرد، با اون چکار میکرد. فرمود که در قسمت هفتم زنی رو دیدم که به دو پایش آویزان کرده هن، در حالی که در تنوری از آتش بود. یه حالت جایی بودش، این مثل تنور، اینو گشته بودن توی اون قسمت در دوزخ برزخی، به دو تا پاش اونو آویزون کرده بودن، یعنی سر و تهش کرده بودن، به دو تا پا از بالا آویزونش کرده بودن. این همینجوری آویزون بود با دستاش پایین توی این تنور. توی تنور هم شما می‌بینید آتش وقتی که حالت تنوری داشته باشه گر می‌گیره، همینجوری میره به سمت بالا. من از خازن دوزخ پرسیدم که او چه کار کرده بود. میگوید که بله این فرد به فساد و فحشا گرایش پیدا کرده بود و دنبال فساد و فحشا بود، یعنی میرفت عبایی نداشت از فساد و فحشا، کارهایی که حالا ما بهش میگیم فساد و فحشا است که حالا هم بازگو کردنش اینجا زمان جداگانه میطلبه، همین که خود دوستان معنای فساد و فحشا رو میدونن چی هستش دیگه. میگه در قسمتی دیگه ازت میفهمد که یک زن دیگری رو دیدم که گوشت بدنش رو از قسمت جلو و عقب، یعنی هم جلوی بدن هم پشت بدنش رو، اینها مامورانی بودن، مکلف بودن به این که می آمدن به وسیله قیچی هایی از آتش که جنس این قیچی ها از آتش بود و سوزنده بود، اینها رو دائما می چیندن و همینجور که می چیندن جاش گوشت جدید می روید، گوشت جدید به وجود می مند. اینا می چیندن، تونتون می چیندن، تونتون می چیندن با آتش. این فریاد می زد، زجه می زد. خود چیندن گوشت با قیچی خب خیلی درد داره، ولی حالا اون قیچی آتشین هم باشه که دیگه خب دردش خیلی مضاعف هست دیگه. میگه این کار انجام میدادن. گفتم ای چه کار انجام داده؟ گفت این خودش رو بر مردان عرضه میکرد، یعنی میرفت یک دکوپوزی درست میکرد، یک مانتوی تنگی میپوشید، یک شالی رو کله مینداخت، یک آرایشی میکرد، میومد کنار خیابون، هرچی تاکسی جلو پاش با میشد سوار نمیشد. حالا این قسمتش رو من دارم توضیح میدم. ماشین فلان شخصی که میمد مدلاشو نگاه میکرد، فلان مدل سوار ماشین میشد بره با این آقا بگرده مثلا. امروز فکر اینو میکرد که یه روزی اینجوری هم خواهد داشت، یا به گونه های دیگه تو فامیلی ها، تو مراسمات عروسی و اینا. شما این دکوراسیون رو برای خودت، این آرایش ظاهری از نظر لباس و غیره رو برای چی داری برای خودت می‌زنی؟ فلان آقا میاد اونجا ما رو می‌بینه، آبرو داریم، آبرومون میره. آقا که بنا نیست شما رو ببینه که، خب ما بناس آقا رو ببینیم. اینجا خود رو بر مردان عرضه کردن، پیغمبر می‌فرماید که دیدیم که یه همچین کاری داره انجام، یه همچین عذابیش دارن می‌کنن. من به این خازن گفتم که این چیکار کرده؟
او به من گفتش که این خودشو بر مردان عرضه میکرد. میگه زن دیگری رو دیدم که صورت و دستهاش همینجور آتیش گرفته بود میسوخ، در این حال زنده بود، چون اینا میدونی که هیچوقت مرگی اونجا ندارن. بعد خودش سرشو آورده بود داخل بدنش، روده های خودش رو میخورد. من از این خازن پرسیدم که این چه کار کرده که این داره این کار انجام میده؟ عرض به خدمتون که حضرت اون خازن به من بیان کرد که یا رسول الله، این زنی بوده که تو دنیا تو مجالس که میشسته به یه خانم دیگه میگفته که مثلا یه دوست خیلی خوب برات سراغ دارم، یه خورده به خودت برس، بیا من دستتو بذارم تو دست فلانی، مثلا یه پسر خوشتیپی ماشین مدل بالا داره، تا کی میخوای اینجوری بشینی؟ دست از این امولبازی بردار، بیا من دستتو بذارم تو دست فلانی، بری یه خود باهاش خوشو بش کنی، کیفی بکنی، تو هم یه خود بگردی، آخه همه دارن میگردن تو این خیابونا، تو هم بگردی، یه کافی شاپی بری، یه رستورانی بری، یه نمیدونم کجاکه بری، بستنی بخور. میگه این کارا رو انجام میده. تو مجالس دنبال این بود که برای این زنا فریب میداد، زنا رو براشون یه مردی، یه دوستی پیدا میکرد که برن با هم دیگه بگردن. میگه واسطه این کارها بود. بعد حضرت میفهمد در قسمت بعدی زن دیگری رو دیدم که این خیلی عجیب بود، سرش مانند سر خوک بود، بدنش مانند بدن الاغ بود. اینقدر عذاب بر این بود که حضرت بیان میفهمد یا از باب کنایه یا واقعا شمرده بوده اون خازن بهش گفته، که میگه نزدیک به 1,000,009 بر این عذاب بود، یعنی عذاب پی عذاب براش میامد. حضرت میگه من به این گفتم که این چه کار کرده که مانند بدنش مثل الاغ، سرش مثل خوک، یه حیوان اینجوریه ولی زن هست، چی کار کرده این در دنیا؟ این برنامه چی بوده؟ خازن به من بیان که یا رسول الله سخنچین بوده، تو فامیل همه رو میریخته به هم دیگه، از این به اون میگفته، بین مادر شوهر و عروس و فتنه به پا میکرده، بین دوماد و مادر زن فتنه به پا میکرده، فلان میریخته به هم دیگه همه رو. دروغ هم زیاد میگفته، یعنی نه یه دروغ دو دروغ بگه، حالا دروغگو بوده، دروغگو یعنی دروغ زیاد، دروغ گفته میشه دروغ. حضرت میفهمد در قسمت دیگه دیدم یه زنی به صورت سگ هست، این سگ، آتش از پشت او خارج میشه و این ورم ملائکه با یک وسیله مثل گرزهای تو این میدونای جنگ دیدین، تو این فیلم ها نشون میدن، مثلا میگن گرز آهنین، یک وسیله مثل این گرزهای آهنین که از جنسش از آتش بود، دائما تو سر این میزنن، این سرش متلاشی میشه، دوباره زنده میشه، همونجوری میشه، به بدنش میزنن، به سرش میزنن. میگه من از خازم پرسیدم که این چی کاره بوده، از اون مسئول عذاب پرسیدم این چی کاره بوده. اون خازم به من گفت که یا رسول الله این زنه رو دیدی؟ گفتم آره. گویا این تو دنیا آواز خون بوده، حالا این توضیحاتش من میدم، مثلا میرفته توی زیرزمین جای پیدا میکرده یه سی دی آواز پر میکرده، میمدن تو بازار و خیابون و دم نمیدونم توپخونه و نمیدونم کجا و کدوم شهرستان و فلان میفروختن سی دی هاشو، سی دی آواز خانم فلان آواز میخونده، به به مثلا کلی سود هم کرده، چقدر جوان گمراه شده. آدم حسودی هم تو دنیا بوده که نمیتونست زندگی و کسی رو به خوشی و خرمی ببینه، ولذا به هم میریخته اینها رو. این هم کار این بود. یه صلواتی بفرستید تو عرض کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. بعد پیغمبر فرمود وای بر زنی که شوهرش را ناراحت کند، البته شوهرش آدم خوبی باشه، آدمی باشه که خودش آدم مشکلداری نباشه، و سعادتمند آن زنی است که شوهرش از او راضی باشد. اینو البته داریم تو پرانتز اینو میگیم، در حالی که شوهرش آدم نرمالی باشه ها، نه آدمی که مثلا معتاد هست. خب آدم معتاد و هر کاری زن کنه شوهر راضی نمیشه، یا آدمی که مشکلات روحی روانی داره که خب هر کاری زن کنه که راضی، باید به دکتر معالجه کنه. خوش آدم سالمی باشه، زن مشکل داشته باشه، زن شوهرش، زن سعادتمند اون کسی است که شوهرش ازش راضی باشه. این احادیث به گونه ای دیگر رو در مورد مردان هم از اون بزرگواران شنیده شده به گونه های دیگر. چرا اونا رو بیان نکردیم؟ اگه خانم‌ها بگن پس مردا چی میشه؟ مردان فراوون، یه مقدار زیادش رو گفتیم، حالا بازم خواهیم گفت. چون
الان اونی که باعث فتنه است و آشوب داره به پا میکنه و داره به هم میریزه و داره افکار رو متلاطم میکنه و زندگی ها رو نابود میکنه، جلوی ازدواج رو گرفته، فعلا بدحجابی، بیهجابی، آرایش های آنچنانی، بیرون آمدن خانوم ها با اون لباس هاست، فعلا اینه. ما باید جلو این قضیه رو فعلا بگیریم، وگرنه نه اینکه مردا رو مثلا منهاکتشون، نه مردانم، بابای مردانم خدا در میاره، احتیاطا مادرشون هم در میاره روز قیامت. هر آدمی که مردی که عرض به خدمتتون این که مسیر درست رو نره، مسیرش مسیر نادرستی باشه.